در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغا. بینندگان عزیز، برنامه دیگر از نگاهی به درون رو با سلامی متواضعانه خدمت تک تک شما عزیزان آغاز میکنم و امروز خبر خوبی دارم که در بخش دوم برنامه دو تن از دانشجویان نازنین ما که در کار کامیونیتی سرویس یا کمک رساندن به جامعه خودشون هستن، با وجود اینکه خیلی مشغولن، یکی دانشجوی دوره دکترا و یکی دانشجوی دوره فوق لیسانس هستن، ولی اینها یه بخشی از وقت خودشون رو در اختیار جامعه ایرانی قرار دادند که با شما گفتگو خواهند کرد. اینها همون عزیزانی هستند که هم کلاس های UC ایرواین من و دانشگاه ایرواین من رو از چند سال پیش ترتیب دادن و اداره کردن و بار زحمتش رو به دوش کشیدن و هم اخیراً با تأسیس این پابلیک فیسبوک یا این سایت آموزشی روی فیسبوک برای من دارن تلاش میکنن. به دیگر عزیزانی که در کالیفرنیای جنوبی نیستند اطلاعاتی که وجود داره تا جایی که مقدوره برسانن. نکته دیگری رو داشتم، تلفن نسبتاً گلایه‌آمیزی رو از عزیزی داشتم که پای تلفن مایل به گفتگوی با من بودند، ولیکن من مجبور شدم که تلفن رو زودتر از انتظار و توقعیشون قطع کنن. یه توضیحی باید خدمت شما بدم و اون اینه که شما تلفن اینجا میبینید عمومی 310-44-44-44. وقتی دوستان این شماره رو میگیرن میتوانن پیام بگذارند و همیشه برای پیام گیری آماده است. گهگاه من ممکنه به این تلفن جواب بدم، ولی وقتی این تلفن رو میگیرید دو شماره دیگری روی این خط هست که شاید من پیامش رو باید تغییر بدم و بگم این که مراجعین من میتوانند در وقت احتیاج به اون دو شماره دیگه زنگ بزنن، چون اون دو شماره شماره‌ایه که من حتی در مواقعی که مشغولم احتمال داره بردارم، فقط برای اینکه احساس کنم که ضرورت داره اون خط رو بردارم. ولی پاره ای از دوستان به خصوص از راه‌های دور برای پاره پرسش ها مثل CD ها که اصلا به من ربطی نداره، مثل عضو سایت شدن که اصلا در اختیار من نیست به من ربطی نداره، مثل ممبر فیسبوک شدن یا مطلبی رو روی فیسبوک تقاضا کردن، اینها وقتی با اون دو شماره من زنگ میزنن من تلفن رو بر می‌دارم و واقعیتش اینه که من امیدوارم که تا کنون برای شما دوستان روشن شده باشه که من به قول بایزید بسطامی گفتند یک شیخی وارد شهر شد و شروع کرد خیلی سر و صدا کردن و بایزید بسطامی وارد شهری شد که شیخی خیلی پرسر و صدا در اون شهر زندگی میکرد و محضر بایزید هم یه عده طرفدار پیدا کرد. با اون شیخ به بایزید کارگرش رو، کارمندش رو، نوچش رو فرستاد پیش بایزید بسطامی و گفت برو و به بایزید بگو در این شهر تو مگسی و من فیل. بایزید بسطامی به همون راوی گفت برو و به شیخ بگو همان پیل همان مگس نیز خود تویی که من هیچم. واقعیتش اینه که من نه اطلاعات خودم رو خیلی مهم میدونم. شما الان بچه ها تو گوگل چند صد برابر، چند هزار برابر اطلاعات من رو گوگل میتونن به دست بیارن در هر لحظه زیر پنجه های
تندشون، نه خودم رو صاحب هیچ فضیلت خاصی میدونم که به خاطر اون باد به قبقب خودم بندازم. و واقعیتش اینه، امیدوارم که انقدر رستگاری داشته باشم که هر چقدرم که زمان میگذره و به خط پایان زندگیم نزدیک میشم، خودم رو هیچ چیزی ندونم غیر از این که بتونم پلو خودم و تو دل خودم به این باور برسم که در طول زندگیم بیشتر یه هیلینگ ایجنت یا یک عنصر التیام بخش بودم تا عنصر آزاردهنده یا هرتینگ ایجنت. بنابراین از اینجا میخوام از اون دسته از عزیزانی که فکر میکنن کوتاه‌گویی من با اون دو تلفنی که گفتم نشونه اینه که خودم رو زیادی گرفتم، تو این توهم نباشن. از ته دل میتونم بگم که نه اطلاعاتم، نه خودم، نه وجودم هیچ چیزی بیشتر از یه آدمی که جای بسیار حقیری رو در این دنیا و در بی جایی رو در این کهکشان داره هستم. ولی گاهی زمان وقتی من تلفن رو برمیدارم درست زمانیه که مشغول یه کاری هستم که زمان مال خودم نیست و لذا باید ترتیبی بدم که این اشتباه پیش نیاد که اون تلفن‌های اورژانس مال چه مواقعیه. و به هر حال از عزیزانی که ممکنه فکر کرده باشن من حرمت کامل برای اونها ندارن پوزش میخوام. و همونطورم که گفتم در بخش دوم برنامه با جوانان خودمون خواهیم بود. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. با من هستین؟ بله خانم عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. مرسی خانم. من دو هفته پیش مزاحمتون شدم، فرمودید که بعداً تماس بگیرم، وقت تموم شده بود. در رابطه با مادرم میخواستم باهاتون صحبت کنم. در خدمت شما هستم. بله بفرمایید، در خدمتتون. خواهش می‌کنم. مادر من الان 59 سالشه، بعد تو خونه تنها نمیمونه، یه احساس ترس دارم از صدای زنگ تلفن، میترسه از صدای زنگ به صلاح در خونه میترسه و همش استراب داره و اینها. گفتم ببینم شما، از شما کمک بخوام. بله، مادر در کجا زندگی میکنن؟ در ایران. بله، همونطور که خودتون لغت درست رو گفتین و منم یادم دو هفته پیش به این مسئله اشاره کردم، ایشون اضطراب و تشویش دارن. اضطراب و تشویش در خانم‌ها گاهی به دو دلیل، یکی بعد از این که به سنین مناپاز میرسن که ایشون الان رسیده و تغییرات هورمونی به وجود میاد، و دوم در اثر به اصطلاح داشتن وقت بیشتر در اختیارشون. وقتی بچه‌ها بزرگ شدن رفتن، مادری که 3 تا 4 تا بچه کوچیک داره، باید به درسشون برسه، به لباسشون، به غذاشون، حتی وقتی اضطراب داره، این انرژی اضطرابی رو به صورت یه سوختی ازش استفاده میکنه برای اینکه به کاراش برسه. خب ولیکن وقتی که سنین به اصطلاح میانسالی میرسه، نوسانات هورمونی، تغییرات هورمونی اتفاق میفته که به همین دلیل لغت یائسه رو از ریشه یأس گرفتند، یعنی همراه با افسردگی و رفیق تنگاتنگ افسردگی اضطراب یا انگزایتی هست. در این دوره ها هست که اون وقت دیگه دل خیلی مشغول نیست و اضطراب و تشویش خودشو به همون صورتی که هست، نه به صورت زیاد فعالی، نشون میده. بهترین کار اینه که ایشون اولا با متخصص زنانشون صحبت کنن و ببینن که اگر میشه ایشون کیس درست مناسب هستن برای هورمون ریپلیسمنت، از به اصطلاح تعادل بخشیدن یا متوازن کردن هورمونی براشون استفاده بشه. این یک.
اگر نه بعد از این که یا نشد از هورمون استفاده کنن یا حتی بعد از هورمون تراپی، هورمون درمانی باز هم ایشون این تشویش و اضطراب داشتن، ترکیبات SSRI مفید هست، به خصوص برای خانم های این سن لکساپرو گزارش های خوبی ازش هست که اثر داشته. البته زولافت و افکسور غیرم بوده، ولی پکسل رو هم به کار بردن، گاهی اوقات اجیتیشن بیشتر به وجود میاره، ولی لکساپرو رو بسیار مفید یافتن. بعد یه دوره از اون استفاده کنن. اگر ایشون امکان گفتگو با یک روانشناس رو دارند، بهترین شکل درمان اضطراب و افسردگی مثلث درمانیه که یک ضلعش دارو درمانی، یک ضلعش روان درمانی و ضلع دیگرش ورزش و فعالیت‌های مفرح، فعالیت‌های فرح بخشه. از این شیوه به اصطلاح به مسئله شون برخورد کنن. بفرمایید، با شما هستم. الو جان دلم، بفرمایید. سلام دکتر، صبح شما بخیر. مرسی. من دکتر، من دو تا سوال داشتم، وقت دارم هر دو رو بپرسم یا نه؟ حالا یکیشو بپرس ببینیم چقدر طول میکشه تا دومی. من یه خانم 49 ساله هستم، بعد یه خوابی رو من تقریبا میتونم بگم که از 7-8 سال پیش دائما میبینم بدون تغییر. گاهی اوقات اینو من دوبار در ماه میبینم، گاهی اوقات اصلا 4-5 ماه نمیبینم. فقط چیزی که از هر وقت بیدار میشم بعد از این خواب، خیلی احساس بدی دارم. اصلا همه خوابت همه چیه؟ خوابت میشم. چیه؟ خوابم؟ آها. خواب میبینم که دور دهنم یه زائده های مثل گوشتی در اومده، بعد من توی خواب هی سعی میکنم اینا رو بکنم، هم دور دهنم رو گرفتم سقف دهنم رو. بعد وقتی اینا رو میگیرم میکشم به راحتی جدا نمیشه، اما وقتی هم جدا میشه هم خیلی دردناکه، هم خون میاد. وقتی بیدار میشم مثلا انگار اون احساس درد و هنوز تو دهنم داره. خب حالا یه سوالی بکنم ازت. ممکنه این سوال، اولا اینکه تو در کندن یه بخش نازیبایی از خودت گرفتار درد میشی، همیشه همینطوره. یعنی ما وقتی میخوایم یه بخش نازیبای زندگی رو تصحیح کنیم، حالا اگر در روابطمونه، در زندگی عاطفیمونه، به هر شکلی که هست، دردناکه. چون تفسیر من از این خواب شما اینه که یه چیزی در شما و زندگی شما هست که دوست نداری و مایلی که جدا کنی از زندگی، ولی درد این کار بسیار سنگینه. اما وقتی هم که اونجا هست، چیزیه که دوستش نداری. آیا من هیچ نزدیک به حس تو هستم یا خیلی پرتم؟ والا نمیدونم. آخ من چجوری اینو پیدا کنم که این مسئله رفتش به این خب باشه؟ پس بذار ما حالا یه چیزای دیگه تو زندگی بگیم. شما چند سالته؟ 49. 49. ازدواج کرده ای؟ بله ازدواج کردم. بچه داری؟ نه. نه؟ نه ندارم. ازدواج من خیلی دیر بود، تا بیام به خودم بپردازم و اینا دیگه دیدم خیلی دیره برای بچه. اون وقت با این مسئله که مادر نشدی دیگه به آرامش رسیدی؟ بله، زیاد ناراحت نیستم، دوست دارم بچه داشته باشم، چون کلان هم خودم هم شوهرم بچه دوستیم، ولی سعیم کردم که مثلا این سالهای آخر بتونم بچه دارم، ولی وقتی هم نشد نه زیاد احساس خلایی نمی کنم به اون صورت. یه چیزی که خب آدم نداره دیگه، چیز خاص دیگه ای نیست. بعد تو روابط زناشویی هپی هستی؟ بله خیلی. اون وقت هیچ وقت با ظاهر خودت، از هیچ بخشی از ظاهر خودت مسئله داشتی؟ در حد این که میدونی خانم ما دوست دارن رو سایز 38 باشن، من ممکنه 40-42 باشم، اونجوری که خیلی اثرگذار تو زندگیم باشه نه، ولی خب سالهای متمادی رژیم و ورزش و اینجور چیزا تو زندگیم بوده، ولی به اون صورت اثر مستقیم نداشته روم. یه غذا خوردنی که لذت میبرین، حالا ممکنه یه روز یه غذایی بخورین لذت نبرین،
گذرا بوده در واقع. هیچ وقت به فکر جراحی زیبایی بودی؟ برای بعد هیکلم یا صورتم؟ هر جو فرق نمی کن. نه الان که زوده، ولی خب ممکنه چند سال دیگه این کارو بکنم. نه تو فکرش بودی؟ نه نبودم. در اطرافیانت کسی بودن که جراحی زیبایی کردن و تو خوشحال نبودی از نتیجه؟ نه، فامیل یا دوست، خواهر و اینا نه. ببین عنصر خواب، به خصوص این که میگی تکرار میشه عیناً به این شکل، خواب برای تو یه پیامی داره. پیامش اینه که به قول انگلیسی there is something about you and your life that you want to change it. یه چیزی هست که تو دوست داری عوض کنی، ولی به دلیلی هم این تغییر رو دردناک میبینی. حالا من اگر جای شما باشم به دو سه چیز اهمیت میدم و یه خورده از نزدیک بیشتر مشاهده میکنم. یکی این که شما ببین که آیا اضطرابت در یکی دو سال اخیر بالاتر رفته یا نه. بله. دارید جواب به من میدید یا دارید؟ نه جواب میدم، یاد داشت نمی کنم. بله بالاتر رفته، چون من موف کردم به امریکا حدود 5 سالی میشه. آها. ولی این خواب قبلن هم میدیدم. اگر در یه جای گفتید امریکا آمدید؟ بله بله. اگر در یه جای هست، یه کتابی هست بله، به اسم رشد شخصیت از طریق خوابها، که اتفاقا همسر من دکتر احمد فرنودی این رو ترجمه کرده. بله. اسمش هست Personality Development Through Dreams or Dreams Analysis. اگر اسمی که دارم میگم دقیق نیست و پیدا نتونستید بکنید، زنگ بزنید برام به این شماره که روی صفحه هست، تلفنتون رو بگذارید، من از همسرم دقیق میپرسم اسمشو، چون خیلی ساله، فکر میکنم 30 سال پیش این کتابو ترجمه کرد در ایران، که در اون کتاب باور زیربنایی اینه که خوابهای ما معمولاً مقدماتی به وجود میارن برای اینکه ما تغییراتی که مسیر تکاملی داره تو زندگی طی بکنیم، و تیپ های خیلی خوبی تو اون خواب میگه. شما باید ببینی که احساسی که تو این خواب شما دارید اضطرابه و درده. شما باید ببینید خواستگاه اولیه این درد و اضطراب چیه. اگر اونجا رو بهش دسترسی پیدا کنید، احتمالاً خواب کم کم زبانش برای شما گویاتر میشه. سوال دیگری تون چی بود؟ من دکتر ببخشید، این که دور دهنمه این هیچ چیزی رو نشون نمیده. والا اگر ما بخوایم فرویدی عمل کنیم، بله، یعنی از دیدگاه فرویدی بریم جلو، وقت میتونیم یه حدسای خیلی دور از ذهن رو مطرح کنیم که ممکنم هست که یهو یکیش درست دراد، ولی من اون کار رو معمولا نمی کنم. بله. به دلیل اینکه شما وقتی از من چیزی میپرسید، مثلا من اگر به شما بگم احتمال داره شما یک ترامایی رو در طول زندگیتون در زیر 5 سالگی تجربه کردید، خب این شما رو بجز این که بیشتر نگران کنه کاری نمیکنه. تازه ممکنه حرف من درست باشه، ممکنه بسیار بسیار نادرست باشه. بنابراین من ترجیح میدم، اول شما میدونید که خوابها زبان فردی دارن و همه یعنی یک الفبای عمومی در خوابها نیست، اگرچه یه الفبای بسیار محتملی رو در دریم انالیسز یا تحلیل خوابها چه فروید چه یونگ چه کسانی که بعد از او به تفسیر خواب پرداختن، یک نشانه های عمومی رو که مثلا آب نشانه تولد و برث نمیدونم، از این نشانه ها میدن، ولی من بیشترین اعتباری رو که در خواب ها میبینم احساساتیه که ما پس از بیداری
تجربه میکنیم. اگر ما یه خوابی رو میبینیم و پس از بیداری احساس شعف میکنیم، معلومه که ناخودآگاه ما از گذرگاه های شادی آفرین زندگی بازدید میکرده. وقتی یک رنجی رو با یک رنجی بیدار میشیم، با یک تشویشی بیدار میشیم، معلومه ناخودآگاه از یک گذرگاه های دردناکی به اصطلاح عبور میکرده در طول خواب. و نایتمر خودش نشونه ذهن مشوشه، ذهنی که توش آشوب هست، و اینها فقط علامت های هشدار دهنده. بچه‌ها خانم، اینو از طریق نویسنده من گوگلش کنم یا همین اسمو بزنم میتونم پیدا کنم؟ من فکر میکنم که شما اول personality development through dream interpretation اینو بزنید گوگل سرچ کنید. بعد این کتابم ضمناً تو لیست کتاب‌های ایران، نمیم لیست کتاب‌های کنگره میگن چی میگن در ایران که کتابا ثبت میشه، در اون لیست هست اگر بزنید. بله اوکی، خواهش میکنم. سوال دومو بگم دیگه، این سوال دوم بود، میخوای یک سومی رو بگی؟ نه اوکی. یه سوال در ارتباط با خودم و شوهرم. نه اجازه بده ده. شما بنزه کافی رو خط بودین، همه خطوط من روشن. خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جانم، بفرمایید. سلام خانم دکتر گل، خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم. مرسی خانم، بفرمایید. خانم دکتر، من اول یه مسئله رو میخواستم مطرح کنم که من در حال جدایی از شوهرم هستم و این تصمیمی که من گرفتم تصمیم در واقع منه، ولی من به شوهرم خیلی فرصت دادم، شاید یک سال که بهش بارها هشدار دادم، گفتم که با این رفتاری که تو زندگی با من میکنی من اقدام میکنم برای طلاق و هیچ عکس‌العملی نشون نداد. رفتارها چی بود؟ همیشه... اجازه بده. رفتارهایی که میکرد که میدونستی که نفست بالاخره میبره، فهرستوار به من بگو، میخوام مردای دیگه یاد بگیرم. جانم خانم دکتر، خیلی کلی میتونم بهتون بگم، من از یک سال پیش بیننده برنامه شما شدم، چرا که من تو ذهن خودم میگشتم که ببینم این ایراد شوهر من که اینقدر منو آزار میده چیه، و نتیجه‌ای که خودم گرفتم اینه که اسمشو خودم تو ذهن خودم گذاشتم خیلی خود بزرگ بینه، که یک بار اتفاقی برنامه شما رو دیدم که دیدم اصلا این موضوع به عنوان یه آدم خودشیفته مطرحه، که آدمایی که اینجوریان بهشون میگن اون چیزا اشکالاتشو بگو دونه دونه فهرستوار. اشکالاتش این که خب منو همیشه صفر میدونه و خودشو مثلا میگه که نه، هر چیزیو میگه نه تو نمیفهمی، هر چی که من میگم برای زندگی، هر تصمیمی که خودش میگیره، حتی برای چیدن خونه، برای خریدن وسایل خونه. خیلی خوب. دیگه دومی، دقیقاً مثالی که هفته پیش شما زدید، فقط خودشو میبینه مثلا که اگر که من کمرم درد میکنه دارم راه میرم، اصلا نمیدید مثلا تو حاملگی اصلا نمیدید که من چقدر ناراحتم، میگه چه لباسه منو اتو نکردی. خیلی خوب، الان گوش کن جانم، دونه دونه فهرستوار بگو. فهرستوار. آره اوکی. خودشو این که میگم خودشو بزرگ میدونه، خب منو خیلی کوچیک میدونه و سعی میکنه همیشه منو کوچیک کنه. خب در جایی که میتونه با من خودشو ببره بالا و پوز بده، اونجا منو میبره بالا. شماره دو. بعد این که به من خیلی توهین میکنه، تحقیر میکنه منو. و بعد یه مسئله‌ای که داشتیم، خب من باهاش ازدواج کردم، اومدم خارج از کشور و خب من تو ایران دانشگاه رفته بودم، دختر تنبلی نبودم، ولی اینجا که من اومدم همه جور جلوی منو گرفت، نذاشت اصلا برم درس بخونم، نذاشت وارد اجتماع بشم و همش مثلا میگفت تو برای چی ته، تو باید بچه رو نگهداری، حالت اینجوری. و جلوی پیشرفت تو، جلوی پیشرفت تو میگرفت. بله 100% دیگه دست منو میگیره. دیگه بازم بگم از خصوصیات اخلاقیش. آره اگه دونه دونه بگی، داری به مردای دیگه کمک میکنی که تا قبل از اینکه کارشون به جای طلاق برسه یه بازبینی در خودشون بکنن. ولی فهرستوار بگو. فهرستوار، راستش من چون اصلا در فکر نبودم که خیلی در موردش حرف بزنم، الان بذاری من تو فکرم بیارم. که مثلا من فهرستوار میگم، مثلا یه چیزی میخواییم برای خونه بخریم، میگه نه این خوبه، این چیزی که من میگم خوبه، اصلا نظر من حتی توی چیزای کوچیک هم برایش اهمیت نداره.
و این حالت رو فقط هم نسبت به من نداره، اصلا هیچ کس قبول نداره. اینقدر قبول نداره که خدا رو هم قبول نداره، اینقدر قبول نداره که دکتر رو قبول نداره. مثلا من اگر دکتر بچه‌م یه حرفی برای بچه‌م میزد، خیلی ببخشید میگفت دکتر غلط کرده، گفتم بابا این دیگه پزشک اطفال داره این نظر رو میده، تو اصلا تخصص پزشکی نداری که این حرفو میزنی. خیلی. و من حتی بهش گفتم آخرین بار بریم پیش مشاور، من رفتم یه بار با مشاور صحبت کردم و مشاور جانم بله میگم الان بگو که مسئله چیه دیگه، ما فهرستوار او رو شناخت. حالا من میگم من تصمیم به حسرت اقدام کردم برای طلاق، ولی اون الان همش میره خودش پشت بچه قایم میکنه، میگه ما مشکلی نداریم، تو چرا میخوای جدا شی، تو داری این بچه رو بیچاره میکنی. ولی من از نظر فکری خودم مطمئنم که برای خود من، میدونم برای بچه‌ام لطمه میبینه، ولی برای خود من 100% بهترین کاره و من فکر میکنم برای بچه‌م هم شاید 80-90% بهترین تصمیم باشه. ولی بعضی وقتا یه چیزایی میشتم از چه میدونم از ایران، اون تابوی طلاق که نه مثلا چرا بچه تو میخوای این کارو بکنی، بچه جدا میشه از پدر حال یا مادر جدا میفته. من میخواستم در مورد این تابوی طلاق از شما سوال کنم که آیا چیزی که حالا مثلا اینجا ما تو اروپا میبینیم، حالا بچه یا با من باشه یا با پدرش، تو ما هنوز دادگاه برای اون تصمیم نگرفته که با کی باشه، ولی به هر صورت اون یکی پدر یا مادرش رو خواهد دید، در طول هفته اونو میبینه یا منو میبینه، ما هر دوتا در کنارش خواهیم بود. آیا این اگر که ما یه زندگی به این شکل برای بچه‌مون داشته باشیم، آیا واقعا اونقدی که همیشه تو ایران میگن بچه خیلی لطمه میبینه و اینا، واقعا اینجوری هست یا نه میتونه بچه با آرامش بزرگ بشه؟ بله، اولا شما باید بدونید که طلاق حداقل آسیبی که به بچه میزنه اینه که بچه چه در حال چه در آینده یک کانتینیوتی یا تداوم در چیزی به اسم خانواده نمیبینه. بنابراین طلاق چیزی نیست که آدم به استقبالش بره و فکر کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده. من همیشه در کلاسای زناشویی میگم قبل از ازدواج دو تا ذره بین کلفت به چشمتون بزنین و از کوچکترین اشکال همدیگه نگذرین، تلاش کنین حلش کنین، یا اگر حل نمیشه فکر ازدواج رو از سرتون به در کنین. بعد از اینکه ازدواج کردین این ذره بین رو دیگه بردارین و با چشم واقع بینی شروع کنین این رابطه رو ساختن. اما وقتی که بچه دار شدین، یعنی موقعی بخواین بچه دار شین که بفهمین با چشم واقع بینانه این رابطه یه رابطه ایه که صلاحیت اینو داره که موجود سومی توش بیاد. ولی بعد از بچه دار شدن من اعتقاد دارم که ذره بینو که اول گذاشته بودین، بدون ذره بین واقع بینی رو بعدن دیده بودید، در پس از بچه دار شدن یه عینک مخصوصی رو سفارش بدید که حسنها رو بزرگ ببینه، عیبا رو کوچیک، به دلیل اینکه قدرت مقاومت و قدرت سازگاری رو هر دو طرف بالا ببره. بعد استثناهاش هم همیشه میگم، جز این که مسئله اعتیاد در میون باشه، جز این که مسئله خشونت در خانواده یا کتک و کتککاری و بزن بهادری در خانواده باشه، و جز مواردی که یکی از زوجین بیماری غیرقابل علاج یا بیماری جدی روحی روانی داشته باشن که وجودشون فضای خانواده رو از تنهایی بدتر میکنه. در بقیه موارد من توصیه‌ام به شما اینه که شوهر یه موقعی میتازون فکر میکرد تو جرأت نداری طلاق بگیری. الانم مردا نمیدونم چرا دوزاریشون نمیفته که این وقت این تاختنها گذشته، این ممه رو لولو برده دیگه هم نمیاره، ولی این دوزاریشون نمیفته. الان زمان رفاقت، زمان برابری، زمان تعامل، زمان محترم شمردن همدیگه، زمان اعتماد کردن به همدیگه است برای حفظ یه خانواده. بنابراین من فکر میکنم اون هرگز نمیشنید و شما بریدی. اما الان اگر واقعا صمیمانه نمیخواد جدا بشه، شما بهش یه چیز پیشنهاد کن و اون که بگو حاضری که 6 ماه با هم پیش یک کاپلز تراپیست برید
و او هم به یعنی کاپل تراپیست به خوبی میتونه متوجه بشه که آیا او به روانشناسی فردی هم نیاز داره یا نه، و ببین که تغییراتی که حاصل میشه، زیادم رویا پرداز نباش، ببین تغییراتی که حاصل میشه در اون حدی هست که تو مثلا تو همین رابطه بتونی رشد کنی، عقیدت محترم باشه، خونه رو مطابق میل هر دوی با هم بچینید، در مورد بچه هات بتونین تصمیم گیری مشترک کنین یا نه. اگر مرغ یه پا داره اصلا اهمیت نده که تابوی طلاق چیه یا دیگران درباره طلاق تو چی فکر میکنن، تو کار درست رو بکن. اما مطمئن باشی یه وقتی این کار درستی رو بکنی که 20 سال دیگه به بچت بتونی بگی من همه امکانات رو آزمایش کردم و نشد. خانم دکتر، راستش من فکر میکنم در ارتباط با شوهر من موقع یه پا داره، چون که من اقدام کردم، من الان درخواست طلاقم رو دادم، ولی چون خونه نداشتم الان 6 ماهه که مجبورم تو خونه خودش هنوز زندگی کنم و ما دادگاه هم با هم رفتیم چند بار، ولی اصلا هیچ کوچکترین تغییری در خودش نداده و الانم اینجا نیست، ایران. من چند روز پیش باهاش تلفنی حرف زدم، گفتم من دارم خونه میگیرم، خونه گیرم اومده، اصلا براش چیز نبود، فقط در جوابش برگشت من گفت تو داری زندگی بچه‌ها رو خراب میکنی. یعنی تو این 6 ماهی که من رسما درخواست طلاق دادم. خب شما اگر کارتون از این حرفا گذشته و شما داری به من میگی که من با سیخونکای سنتی هایی داخل ایران چه کار کنم، من میگم اونا باید مهم نباشه. اونا روش سوختن مشکل مسئله فکری من اون نیست که حالا مثلا تو ایران سنتی فکر میکنم، ولی بعضی وقتا فکر میکنم که شاید واقعا من دارم، چون من کلا آدم میام که نسبت به قضایا خوشبینم، شاید دارم یه ذره خیلی خوشبینم. مثلا من پیش خودم فکر میکنم بچه‌م اینجوری خوشبخت‌تره، چون وقتی که ما تو خونه دعوامون میشد بچه واقعا میلرزید و من الان سکوت کردم فقط چون میدونم میخوام برم. اجازه بده. واقعیت اینه که بچه های خانه های جنگ از بچه هایی که پدر مادرشون جدا از هم هستن بدحالتر و بدروزگارتر نیستند. بله. ولی باز دوباره دارم میگم، وقتی که شما خودت میای یه چیزی رو زیر سوال میبری، وقتشه که بری چند جلسه با یه روانشناس مشورت کنی و مطمئن باشی که تصمیمی که گرفتی بهترین تصمیمه، خودت رو زیر سوال نبری. اوکی ولی خانم دکتر، در واقع بگم من خودم رو زیر سوال نبردم، یعنی فقط خواستم به شما یه توضیح بدم و میگم فقط تنها نگرانی من برای بچه‌مه. خیلی خوب، اجازه بده. من فکر نکردم که بخوام تصمیممو عوض کنم. خیلی خوب. فقط میخوام یه تصوری داشته باشم که آیا، چون من راستش توی حالا کشوری که دارم زندگی میکنم، خب اینجا خیلی این مسئله خب زیاده. یه لحظه صبر کن. 10 تا بچه 5 تاشون با مادرشون زندگی میکنن. خب. و به نظر من خوشبختن. خیلی خوب. یه لحظه صبر کن. بعد از این کلام منم دوباره گفتگویی رو آغاز نکن، چون همه خطای من روشنه. بله. شما میتونی یه کتابی هست به اسم Children's of Divorce. خب میتونی اینو بگیری دقیق بخونی. خود منم 3 مقاله دارم در پیام آشنا به اسم همین خانه ها یا بچه های طلاق. این 3 مقاله به فارسیه، از همین دوستان دانشجومون که یه ربع دیگه تو برنامه میان، خواهش میکنم این 3 مقاله رو رو فیسبوک بذارن. برای رفتن رو فیسبوک هم شما کافیه عضو فیسبوک باشین، هیچ هزینه‌ای نداره. بله وقتی من هستم. خیلی خوب. وقتی دکتر فرنودی فن پیج سرچ میکنی، میری روش، این همه مقالاتی که اونجا هست میتونی بخونی. این مقاله های طلاق، بچه های طلاق نیست تا امروز، ولی تا هفته دیگه حتما خواهد بود. بله خانم دکتر، مرسی، میبوسمتون، ممنونم. مرسی. بفرمایید دوست من. بفرمایید. الو. الو سلام. سلام آقا. کمی بلندتر لطفاً. واسه خانم دکتر. خانم دکتر، من می‌خواستم ببینم مثلا اختلال شخصیتی میتونیم بگیم تو یه قومی یا یه ملتی مثلا بیشتر از مثلا نوع به خصوصیش بیشتره.
بله. منظورتون اینه که آیا اختلالات شخصیتی رو میشه گفت در میان بعضی از اقوام بعضی از بله. اختلالات شخصیتی رایج‌تره؟ بله بله. خیلی خوب، من خودم به عنوان یه روانشناسی که الان 31 سال کار میکنم و تو این 31 سال با تعداد کثیری از روانشناسان هم ارتباط دارم، با روانشناسان نسل قبل از خودم مثل آقای دکتر شاملو و دکتر نجاهی و دکتر سیاسی و دکتر راسخ و کسایی که نسل قبل از من بودن، با اونام در زمان دانشجوییم در ارتباط بودم، الانم با کسانی که در روان پزشکی، بچه های جوونی که در ایرانی هایی که در آمریکا روان پزشک شدن، با اینا مرتب من راجع به این مسئله به خصوص و تجربه خودم صحبت میکنم و نظر کلی ما اینه که در میون ده تا اختلال شخصیتی شناخته شده در میون ما ایرانیا خودشیفتگی به نظر میرسه رایج‌ترینه، بعد از اون بوردرلاین یا شخصیت‌های مرزی رایج‌ترینه و بعد از اون اختلال شخصیتی پارانوید، سوء ظن، شک و تردید. و اگر به اصطلاح این رو دکتر سعید شاملو و بنده از اینجا استاد فقیدم دکتر شاملو روی آزمون‌های خودشیفتگی یه کارهای تحقیقی کردیم که متاسفانه عمر ایشون کفاف نداد نتیجه گیری کنن و باز متاسفانه دانشگاه کامپیوتر و اطلاعاتی که در اختیار ایشون بود گرفت، ضبط کرد و هنوز ما نمیدونیم چه کسی داره روش کار میکنه یا هرگز کار میشه یا نه، ولی با من دیگه ارتباطی برقرار نشد در حالی که ارتباط من با ایشون نزدیک بود و حتما تو کامپیوتر اطلاعات تماس با من هست ولی تماسی گرفته نشد. بنابراین پاسخ من اینه که اگرچه تحقیق منظم ترتمیزی در این زمینه صورت نگرفته، کلینیکال دیتا یا اطلاعات بالینی من و تعداد زیادی از همکارانم و حتی همکاران آمریکایی که با مراجعین ایرانی کار میکنن اینه که خودشیفتگی در بین ما ایرانی ها زیاده. شما باور نمی کنید که کسی تلفن میزنه با من و من اینو عمدن میگم، گوشی تلفن رو بر میدارم، سلام دکتر فرهادی، حال شما چطوره، چقدر به شما علاقه داریم، خدا حفظتون کنه، نمیدونم شما نمیدونین چه خدمتی، این صحبت ها رو میکنن، بعد من هی میگم متشکرم، منم زیغ وقت دارم، بعد ایشون به همین تعارفات رایج ادامه میدند تا یه جایی میرسه من میگم که ببخشید جناب، من واقعا مشغولم، از لطف شما ممنونم، ولی که تا 30 ثانیه دیگه باید گفتگومون رو تمام کنیم. بعد میگه خیلی خوب، تو 30 ثانیه که تمام کنید، همین الان تمام کنید، دق گوشی رو میذاره و بعد برای من یه پیام نامهربانانه میذارن تحت این عنوان که دکتر فرنودی خیلی بی‌معرفتی. من تلفن زدم دارم با شما صحبت میکنم، اینقدر بهت حال میدم و شما اینجوری حال آدمو میگیری، این هیچی نیست جز خودشیفتگی. یعنی ایشون احتیاج داره اون موقع به من حال بده، حالا من بدبخت تو کار زندگیم اصلا فرصت حال گرفتن ندارم، نه حال دادن دارم نه حال گرفتن دارم. دیتچ بودن از واقعیات دیگری و در تماس بودن با نیازهای خودی و توقعات خود را دنبال کردن و اگر به نتیجه‌ای که میخوام نرسید واکنش تند نشون دادن، یکی از ویژگی‌های خودشیفتگی. خانم دکتر ببخشید، من الان مثلا 5-6 نمونه ازدواجای تو فامیلمون با آذربایجانی ها صورت گرفته، بعد هر 5-6 مورد حالا به ما ترکا بند کردی؟ نه میخوام ببینم، حالا توی نباشه یا شما آذربایجانی، میخوام ببینم این رفتارشون
تفاوت داره، فرهنگشون با ما تفاوت داره، یا همون که میگم اختلال شخصیتی درشون. یعنی میخوام خودم حس نمیخوام باور داشته باشم اینا، ولی حس میکنم رفتارشون با ما فارسا فرق داره. یعنی ارزشاشون، نمیدونم فرهنگشونه، یه چیزی مثلا فوری میگی بعدشون میاد از آدم، شوخی مثلا نمیشه باشون کرد. اینم تو همون کاتگوری نمیدونم چی قرار میگیره، اختلال فرهنگی یا همون اختلال شخصیتی؟ ببینید بذار من یه توضیح بدم، شاید یه ذره وسیع‌تر از این تفاوت‌های قومی و بومی باشه. و اون اینه که شما نگاه کنید ببینید اصولاً عصب شناسی رفتار یعنی چی؟ یعنی نورو کیمیکال بیسز آف بیهیویر یعنی چی؟ ببینید ما میدونیم که ما با یک لوح ژنتیکی به دنیا میایم. این موضوع رو من به شما قول میدم تا دو سه روز آینده به صورت یه مقاله به پیام آشنا میدم و حداکثر تا دو سه هفته میاد رو فیسبوکم. ما با یک لوح ژنتیکی به دنیا میایم. خب این لوح ژنتیکی اول در محیط اولیه درونی یعنی رحم مادر با ویژگی‌های بیوشیمی بدن مادر، مثلا مادری که عصبیه بیوشیمی بدنش اینه که همیشه کورتیزولش بالاست یا نورادرنالینش بالاست، نورن اپینفرینش بالاست. مادری که آرام ریلکسه خب این بیوشیمی منفی رو کمتر داره یا نداره. بنابراین این لوح ژنتیکی با محیط اولیه رحم مادر شروع میکنه به بدبستان، سپس زمان تولد میرسه و محیط ثانویه که محیط بیرونی هست مطرح میشه. این کودک به دنیا میاد با این لوح ژنتیکی و اون تجربیات محدود محیط اولیه و وارد محیطی میشه که از حالا به بعد هر چیز این محیط، گرمیش، سرماش، گرماش، سرماش، صداش، آرامشش، نرمیش، زبریش، خشونتش، ملایمتش، ملاتفتش، عشقش، خشمش، تغذیه خوبش، تغذیه بدش، شستنش، نشستنش، وانهادگیش، در اختیارش بودن، همه اینا شروع میکنه با او وارد تعامل یا اینتراکشن یا بدبستان میشه. در این صورت هست که عنصر سومی به وجود میاد به نام تجربه، که تجربه این لوح ژنتیکی با این محیط ثانویه چیزی به وجود میاره در ما به نام مایند. ما امروز میدونیم به دلایلی که نوروساینس به ما خدمت کرده، ما امروز میدونیم که رفتارهای ما مجموعه است از بدبستان بین دی ان ای ما یا ژن ها و اکسپریانس ما که به مایند تبدیل شده و اون فضای ثانویه یا رحم فرهنگی هم بسیار اهمیت داره. شما بچه بعد از خانواده وارد رحم فرهنگی میشه که شما الان به رحم فرهنگی اشاره کردید به عنوان مثلا قوم آذری که رحم فرهنگیشون متفاوت از قوم گیلکه، متفاوت از بلوچه، کرده. بنابراین زندگی مجموعه‌ای میشه، رفتارهای ما، شخصیت ما مجموعه‌ای میشه از بدبستان بین تمام این عوامل متفاوت. به همین دلیل هست که مثلا در انیوگرام یا تیپ شناسی گورجیوفی انیوگرام، آسپنسکی این نه تیپی رو که معرفی میکنه، تیپ کمالگرا، تیپ به اصطلاح هلپر یا مهرطلب، تیپ سه موفقیت جو، تیپ چهار تراجیک رومانتیک یا حساس مغموم، تیپ پنج تینکر، تیپ شیش اسکپتیست یا لویالیست، کسی که وفاجو و وفاخو یا مشکوک و زنینه، تیپ هفت خوشباشی، تیپ هشت به اصطلاح فرمانده یا رهبر، تیپ نو پیس میکر یا صلحجو. این تیپا رو وقتی معرفی میکنه، مشخص میکنه، جالب اینه که یکی از ویژگی هایی رو که میگه، میگه هر کدوم این تیپا
یه پشنی دارن، یا اینجا اگر یه نوت بذارم بر خودم، میگه پشن تیپ یک خشمه، پشن تیپ دو غروره یا پرایده، پشن تیپ سه فریبه یا ریاست، پشن تیپ چهار انویه، پشن تیپ پنج گرید یا طمعه، پشن تیپ شیش ترسه، پشن تیپ هفت گلاتومی هست یا سیری ناپذیری، پشن تیپ به اصطلاح هشت لاست یا شهوت الیوستی، و پشن تیپ چیز پشن تیپ نه تیپ پیس میکر سلات یا رخوته. رخوته. حالا او اعتقاد داره این تیپ ها تا 20 سالگی در اثر همین بدبستان های بین لوح ژنتیکی، محیط اولیه رحم، محیط ثانویه که خانواده است، و محیط سوم که رحم فرهنگیه اینه. منتها گورجیوف به این دلیل مکتبش در اروپا و آمریکا، مکتب خودشناسیش انقدر گسترش پیدا کرد که اومد گفت آدم تا این 20 سالگی مکانیکال سلفش فرم میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتارهای اوتوماتمون که اولیه فل بداهه میاد بیرون فرم میگیره، ولی این که ما از خودمون چی بسازیم از طریق آگاه بودی، اون دیگه مسئله مهمیه. و به همین دلیله که ما باید از سنین بلوغ به خودشناسی بپردازیم و بعد در خودمون یک آگاه بودی رو به وجود بیاریم که هر زمان فرمانده اصلی وجود ما اون وجدان و آگاه بودی باشه، نه آنچه که از لوح ژنتیکی و محیط اولیه و یادگیری و محیط ثانوی و غیره ادامه ده. این جمله از برنارد شا میگه که یادگیری های من فقط در مدرسه متوقف شده بود. یادگیری های من فقط در مدرسه متوقف شده بود. حالا یه مثالی داره گورجیوف، اینو بگم باید بریم آگهی و بعد دوستان جوانم بیان برای بخش دوم برنامه. گورجیوف یه مثالی داره، میگه زندگی ما مثل یه کالسکه است، مثل یه کریج، مثل یک درشکه است که این درشکه جسمش بدن ماست، ما دارای یه ویژگی های هستیم. یه درشکه رو شما میبینین سفید بزک کردن، طلایی ازش کاکول آویزون کردن، یکی دیگه میبینی این ورش خرمهره آویزونه، اون ورش نمیدونم آینه زدن، این طرفش بغبغ زدن، چیزهای مختلف. میگه فیزیک ما، جسم ما این درشکه است، دو تا اسب این درشکه رو میبرن که این دو تا اسب عواطف ما هستند. اون تسمه‌ای هم که این بدن رو به اسب ها وصل میکنه پنج حس ماست، و بعد روی این اسب ها یه درشکچی نشسته، یه سورچی نشسته، یه درشکچی نشسته که این درشکچی متاسفانه، این درشکچی عقل ماست، ولی متاسفانه این درشکچی در اثر زندگی که ما به تدریج از جوهر هستی خودمون جدا شدیم و با اجتماع خودمون رو هماهنگ کردیم، یا پالتوهای مختلفی که روی این هسته وجود خودمون به صورت نقاب رو نقاب، نقاب رو نقاب کشیدیم، این سورچی یا این به اصطلاح درشکچی که عقل ما هست و این احساسات رو باید هدایت کنه از این ور به اون ور، این درشکچی مسته، ودکای زیادی خورده، مسته. مست اینه که از دیگه دنیای بیرون موفقیت کسب کنه، تحسین کسب کنه، دیگران رو خوشحال کنه، نیازهاش برآورده بشه، به جاه برسه، به ثروت برسه، به مقام برسه، در نتیجه مست این چیزاست. و اگر وجود ما با این درشکه، با این عواطف، با سورچی مست
تو زندگی ادامه پیدا کنه به این سمت و اون سمت بره، مثل فیلم‌های وسترن، مثل درشکه‌های جان وین، از یکی از این تپه‌ها میفته پایین و چرخش یه طرف و اسب یه طرف و درشکه یه طرف لت و پار میشه. گورجیوف میگه وظیفه ماست که در طول زندگی برای این سورچی مست عواطف وحشی، موریک میگه، اسب‌های وحشی و این بدن محدود، یک مستر یا یک ارباب پیدا کنی که این ارباب ما آگاهی و بیداری و مراقبه و هوشیاری ماست، هوشیاری ماست. تا که عقل پست نشد، تا که عقل مست نشد، چون و چرا پست نشد. حالا میگه این مستر باید مسافر این درشکه باشه یا گاری باشه که با داشتن یک نقشه درست که همون آگاهی و خرده که اولا این جسم رو در نظر میگیره، در ثانی این اسبای وحشی رو میشناسه، سالسن از مستی این گاریچی با خبره، اون وقت این مستر این ستا رو منیج کنه و آگاهانه به سورچی مست نقشه حرکت بده، سورچی مست اسبا رو به مسیر درست بکشونه و ما به مقصد برسیم. لذا گورجیوف میگه وظیفه ما در طول زندگی بعد از این مکانیکال سلف که اینجوری به وجود اومد اینه که از خودمون آن چیزی رو بسازیم که با آگاهی زندگی کنیم. و ما به آگاهی ها رسیدیم. امیدوارم من یه ذره به شما اطلاعات به درد خور داده باشم. بله، میگم یه بار برای همیشه باید این دو قطبی بودن حل بشه. جامعه خیلی مردم ایران، ترک، فارس، عرب، لور، یعنی اصلا نشستن همین دسته دسته میکنن، فارس و ترک اینجوریه، ترک ها اینجوری هن، فارس ها اینجوری هن، دوران اینجوری هن. یعنی من یه بار برای همیشه باید این چیزا تو جامعه ما حل بشه. اولا ما خیلی دو قطبی میگم اولا ما ترک ها هیچیمون نیست. نه حالا فقط به خاطر ترکام نمیگن، مثلا میگن شما اسمانی هستی میگن خسیسین، اگه بگن نمیدونم لورین میگن بی سر و پای. اما به هیچ کس اندازه میگم اینا باید حل بشه، یه مقاله چیزی به هیچ کس اندازه ما ظلم نشده. اجازه بدید با شما خداحافظی کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دوستان تا چند لحظه دیگر در خدمت شما خواهم بود. در اندرون من خست دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپهای شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، هفت شهر عشق. برای تهیه با کردیت کارت به وبسایت www.drfarnoodi.com و یا با تلفن‌های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید. چنانچه عازم تورنتو کانادا هستید، هتل و مهمانسراهای مریم همواره منتظر استقبال گرم از شما خواهند بود. مهمان نوازی سنت دیرینه ماست. هتل و مهمانسراهای مریم بالهای خسته سفر را با آسایش خیش می خواند. اقامتی راحت و آسوده را در هتل و مهمانسراهای مریم تجربه کنید. ویلا، سویت های مبله، آپارتمان های لوکس مجهز و سرویس رفت و آمد فرودگاهی.
جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 416-850-6666 تماس حاصل فرمایید و یا به آژانس مسافرتی خود مراجعه نمایید. maryamhotel.ca. دکتر داریوش عدلی با گروهی وکلای پرتجربه در عدلی لا گروپ با تخصص در حق ثبت اختراع یا امتیاز، حق چاپ، علامت و انواع معاملات تجاری شما را در حرفه، اختراع یا تجارت خود به بالاترین نتیجه یا مالکیت همراهی می کند. در حالی که عدلی لا گروپ خدمات خود را فراهم کرده است برای شرکت های فورچن 500، همکنون خدمات خود را در اختیار شرکت های متوسط و شرکت هایی که در آغاز شروع هستند در سرتاسر جهان فراهم کرده است. دکتر داریوش عدلی در عدلی لا گروپ به شما کمک می کند تا از دارایی فکری خود در هر زمینه ای از حق قانونی شما نگهداری شود. در دفاتر عدلی لا گروپ ما متعهد هستیم به رساندن بالاترین کیفیت خدمات خود با کمترین هزینه. اعتقاد و ایمان ما این است که از ایده فکری یا اختراع شما حمایت و نگهداری شود. 633 West 5th Street, سویت 2600 در شهر لس آنجلس. تلفن 213-290-4933. در جستجوی یک دندانپزشک خانواده به اصرار اکثر دوستانم راهی مرکز دندانپزشکی دکتر علیرضا توکلی شدیم. از همان بعد به ورود دریافتم که پیشنهاد دوستانم بیدلیل نبوده است. امکانات و تجهیزات مدرن و متنوع، کادر مجرب و متخصص، کیفیت بالا، هزینه پایین و فضای آرامش بخش خانواده های زیادی را به این مرکز جذب کرده بود. اگر می خواهید دندان‌های سالم و زیبا داشته باشید، اگر از هر گونه ناراحتی دندان رنج می‌برید، با مرکز دندان پزشکی دکتر علیرضا توکلی تماس بگیرید. ویزیت اولیه رایگان و تا زمانی محدود روکش‌های تمام پورسلین زرکونیا فقط $500. دکتر علیرضا توکلی زیباترین لبخند را به شما هدیه خواهد کرد. 714-224-52-55. آیا تا کنون به آینده خود و فرزندانتان اندیشیده اید؟ گروه متخصصین The Best Life Immigration با سالها تجربه و هزاران پرونده موفق راهگشای شما به کشور کانادا خواهند بود. مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، خویشاوندی، تحصیلی و تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. The Best Life Immigration رویای مهاجرت شما را به واقعیت تبدیل خواهد نمود. موفقیت پرونده شما اعتبار کاری ماست. تلفن تماس 416-512-0777. آیا هرگز به این اندیشیده اید که چرا تلویزیون جهانی تصویر ایران و ایفن میوزیک چنال توانسته بیشترین تعداد بیننده را در سرتاسر جهان به خود جذب کند؟ توجه کنید. مگه تموم عمر چند تا بهاره؟ در اندرون من خست دل ندانم کیست؟ چون برنامه های ما متنوع است. برنامه های ما برای تمام اقشار جامعه است. زندگی شما را برای همیشه عوض کنیم. چون هر کسی با هر اندیشه می تواند برنامه مورد علاقه‌اش را در تلویزیون جهانی تصویر ایران و ایفن مشاهده کند. شاد باش، سلامت باش. از هر شاعر شعر. تلویزیون جهانی تصویر ایران و ایفن میوزیک چنال طرحی نو در دنیای گسترده رسانه های گروهی جهان. ما پیام، آگهی و تبلیغ شما را با بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت به خانه های مردم در سرتاسر جهان منتقل میکنید. امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید. کالیفرنیا و فدرال immigrationforall.com. برای جهانی شدن به ما بپیوندید. ما شما را مطرح میکنیم. با من ژاکلین با شماره تلفن کد 818 618 55
55 تماس بگیرین و اجازه بدهین که شما را در این امر همراهی کنم. دکتر داریوش عدلی با گروهی وکلای پرتجربه در عدلی لا گروپ با تخصص در حق ثبت اختراع یا امتیاز، حق چاپ، علامت و انواع معاملات تجاری شما را در حرفه، اختراع یا تجارت خود به بالاترین نتیجه یا مالکیت همراهی می کند. در حالی که عدلی لا گروپ خدمات خود را فراهم کرده است برای شرکت‌های فورچن 500، همکنون خدمات خود را در اختیار شرکت‌های متوسط و شرکت‌هایی که در آغاز شروع هستند در سرتاسر جهان فراهم کرده است. دکتر داریوش عدلی در عدلی لا گروپ به شما کمک می کند تا از دارایی فکری خود در هر زمینه ای از حق قانونی شما نگهداری شود. در دفاتر عدلی لا گروپ ما متعهد هستیم به رساندن بالاترین کیفیت خدمات خود با کمترین هزینه. اعتقاد و ایمان ما این است که از ایده فکری یا اختراع شما حمایت و نگهداری شود. 633 West 5th Street, سویت 2600 در شهر لس آنجلس. تلفن 213-290-4933. دکتر داریوش عدلی در عدلی لا گروپ همین چهارشنبه در ساعت 10 صبح از شبکه جهانی تصویر ایران با شما در رابطه با حق ثبت اختراع و یا امتیاز، حق چاپ و انواع معاملات تجاری و مالکیت با شما صحبت خواهند کرد. لطافت، شادابی، طراوت و حفظ جوانی پوست با محصولات ملانج. ملانج تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی، بهترین محصول برای برطرف کردن خشکی، چین و چروک، لکه های پوست و اکنی یا جوش و غرور جوانی. با ملانج همیشه جوان بمانید. خب دوستان عزیز، دوباره به برنامه برگشتیم با شما، منتها این بار با دو تا نازنین جوانی که بسیار بسیار خوشحالم که امروز در کنار من هستند و الان سالهاست که در کنار من هستند برای کمک به جامعه ایرانی و برای در واقع خدمات آموزشی. دست راست من ایمان عزیز نشسته که در واقع فیسبوک رو تأسیس کرده. ایمان خوش آمدی به برنامه. خوشحالم که امروز اینجا هستی. حالا گفتگوی زیادی میکنی و دست چپم مریم نازنین اینجا نشسته. ایمان دانشجوی فوق لیسانس و مریم دانشجوی دوره دکتراست. خب چه خبر؟ با دوستان میخواین چی خبر بگین؟ چه صحبتی بکنین؟ چی کارا میکنین؟ خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز هستم. پشت صحنه که بودم مثل همیشه واقعا استفاده کردم از صحبت‌های شما و از کلام شما که واقعا کلامی که توش دانش روز هست و اطلاع از سنت واقعا ما ایرانی ها و به دور از هر تعصبی این کلام رو همیشه میگین، آزادی توی این کلام هست و معنویات هم همیشه در نظر میگیریم و من واقعا علاقمندم که در کنار شما هستم. به هر حال این حضور در کلاس‌های شما باعث شد که به فکر بیفتم که شاید بتونیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم و کسانی رو که شاید توی ایران دسترسی نداشته باشن به اطلاعات روز و آزادی که در بیان عقاید هستش در اینجا استفاده بتونم بکنم از کلام شما و فکر کردیم که با اجازه خودتون صفحه فیسبوک رو باز کنیم و مطالب شما رو بتونیم روی فیسبوک بذاریم که میتونن با مراجعه به و سرچ کردن دکتر فرنودی، دکتر نهضت فرنودی،
فن پیج شما بشن. نهضت هم باید بزنن؟ بله نهضت فرنودی. اوه من به همه میگم دکتر فرنودی. نه بله با دکتر نهضت فرنودی هستش و سعی میکنیم که به هر حال مطالبی رو که همونطور که خودتون به ما اجازه دادین از مقاله هاتون استفاده میکنیم، ولی از لحاظ ویدیو یک زمان محدودی داریم نمیتونیم بذاریم، اون رو میتونن از وبسایت شما استفاده کنن و عضو اون وبسایت بشن تا بتونن از سیدیاتون استفاده کنن، ولی طبق قولی که خانم دکتر به ما دادن ما میتونیم از سوالاتی که عزیزان داشته باشن و این سوالات به درد عموم بخوره به ایمیل خانم دکتر سوالاتشون رو مطرح کنن و ما به ولی ایمیل فقط دکتر فرنودی. بله بله ایمیلتون فقط دکتر فرنودی هست @hotmail.com و میتونن سوالات رو مطرح کنن و ما به صورت فیلم میگیریم با شما مصاحبه میکنیم که زمانهای کوتاهی ازش درست میکنیم و روی فیسبوک میذاریم. من به صورت فارسی با خانم دکتر مصاحبات انجام میدم و مریم جان انگلیسی‌هاش انجام میدن با خانم دکتر و به هر حال بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. حالا توضیحات بیشتر رو مقداری چجوری بوده استقبال از فیسبوک؟ والا ما هنوز زیاد به جایی نگفتیم و خیلی برام جالب بوده که روز اولی که من فیسبوک رو باز کردم همون روز اول 5 نفر بدون اینکه ما به جایی اصلا اعلام کرده باشیم اومدن فن پیج شدن و من باهاشون تماس گرفتم و گفتن که مدت هاست که سرچ میکنن و دوست داشتن که صفحه شما رو پیدا کنن روی فیسبوک و تو سرچی که کردن صفحه شما رو پیدا کردن و خب بسیار خوب علاقمند هستن به شما و طبق ایمیل هایی که براتون فرستادیم از ایران میاد به هر حال علاقه زیادی هست در ایران و سراسر جهان به یعنی الان راضی هستی از میزان کلیکایی که بله فعلا که خیلی خوب بوده و خب الان هم که داره به هر حال به همه در ساعت سر دنیا اعلام میشه که بیان و از این به هر حال علمی که خان دکتر در حالا من که نه قرار علم از جاهای دیگم حالا شما حالا اونم شما انتخاب میکنین اون چیزای جدید مطالب دکترای دیگه مطالب جدید به هر حال با انتخاب شماست که این به هر حال به کالچر ما که ما در گذر هستیم در واقع در زندگی سنتی که در ایران هستش در گذر هستیم به سمت زندگی مدرنی که الان به هر حال زن و مرد در رابطه‌ای که با هم دارن یا پدر مادر و فرزندان در رابطه‌ای که با هم دیگه دارن این گذری که ما در داریم در ایران بسیار احتیاج به کمک داره که یک متخصصی مثل شما که به هر حال در اینجا زندگی کرده و در ایران هم بوده و میشناسه تفاوت این مدرن بودن و اون سنتی بودن رو بتونیم استفاده کنیم. هدف همونطوری که شما همیشه اعتقاد دارین به آموزش و پیشگیری بسیار بسیار مناسبه که به خصوص جوونا بخاطر اینکه من خودم تو کلاس‌های شما که شرکت میکنم از همه آقایون سنم کمتره همونطوری که خودتون میدونین و با آقایون دیگه که صحبت میکنم همه میگن که ای کاش زمان ما این علم بود چون همونطوری که شما میگین اینا علومیه که جدید به هر حال روی مغز مطالعاتی شده و این تکنولوژی بود همونطوری که ما میتونیم الان به صورت زنده با همه جهان صحبت کنیم میتونم به شما تلفن بزنم. خب این اگر آدم بخواد استفاده کنه میتونه آموزش‌ها رو ببینه و جلوگیری کنه از حالا اتفاقاتی ناخوشی هایی که خواهد افتاد به خاطر نداشتن علم یا هنر زندگی. به نظرم که با وجود شخصیت های مثل شما میشه اینو به هر حال ازش که خوب یاد گرفت. یه صفحه بذاریم به اسم هنر زندگی اون دیگه به تشخیص شماست و هر کسی تجربیات و موفقیت آمیز خودش رو روش بیاره. بله خیلی قشنگ میشه. بله بله چون همه ما از طریق رنج هایی که بردیم گنج هایی به دست آوردیم. مسلمه اگه اینا رو همه رو با بقیه تقسیم کنیم شاید فکر خوبی باشه. اونم بسیار فکر خوبی به هر حال ریش و قیچی که فعلا دست توه. خب و اما میریم سراغ مریم. من مریم رو چند ساله میشناسم؟ 5 years now. مریم فارسی خوب نمیتونه صحبت کنه بنابراین به انگلیسی صحبت میکنه، اون تعدادی از شما که انگلیسی، ولی من هستش رو ترجمه میکنم. مریم واقعا میتونم بگم با یه دوست دیگهش به اسم شیوا، یه دوست دیگه هم داشتی یادم رفت، شیوا و یکی دیگه
اول باهات شروع کرد 5 سال پیش. به هر حال از انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه یو سی ارواین بودن که یه روزی آمدن و به من پیشنهاد کردن که چطوره که این انجمن روانشناسان، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه یو سی ارواین اگر یه کلاسایی بذاره برای روانشناسی پیشگیری پریونتیو سایکولوژی تو جامعه ایرانی. اکثرشون هم از دست مادر پدرهاشون دلشون خون بود که مادر پدرها ما رو نمیفهمن چیشی دیگه، خیلی چیزا بود. We wanted to provide a service for the community, for our generation as well as our parents' generation, free of charge, non-profit community service for you to come and speak on different topics that our community needs. It's important to us and for our parents and for the younger generations to come. So we have been doing it for 3 years now at UC Irvine, Wednesday nights from 7 to 10 p.m. It's free of charge, and we just wanted everyone to come together, ask any questions to you, provide your services, your topics, and so far it's been 200 people have shown. بله، تا حالا 200 بعضی جلسات، این جلسات آخری نزدیک به 250 تا می آمدن مادر پدرهای ایرانی، جوونا، مخلوط دو جنریشن. مریم این رو اشاره کرد که از 5 سال پیش به این فکر افتادند که به خاطر مشکلاتی که مادر پدرها با بچه هاشون و بچه ها با مادر پدرها دارن، یه خدمتی رو در دانشگاه یو سی ارواین به زبان فارسی رایگان free of charge انجام بدن برای کامیونیتی و اینکه جوونا بتونن مادر پدرها رو بهتر بفهمن، مادر پدرها جوونا رو بهتر بفهمن و این کلاس ها رو مشکلات گفتمانی و فهمیدن همدیگی که تو دو نسل وجود داشت. و به هر حال اومدن و از منم دعوت کردن. این بهترین دعوتی بود که تو عمرم از من شده بود. بنابراین من پریدم روی این دعوت و الان به وارد سال چهارمش میشیم امسال که دوباره از سپتامبر کلاس‌ها شروع میشه و موضوعات مختلف بوده. و بیشترین زحمتی که مریم و شیوا کشیدن و من شاهدشم اینه که جواب دادن به ایمیل. بله، the email has, we strictly want the email listserv to be for the students and the members of the seminars. However, people begin to ask personal questions on the listserv, and we only want to restrict the email for questions regarding the seminar, the location, the time, everything. If you have any other personal questions, you can email Dr. Fanoudi, and we'll get back to you. Shiva and I will get back to you personally. However, the seminars, the topics change from quarter to quarter. Every quarter, Dr. Fanoudi, myself and Shiva, we come together, we meet, and we come up with different topics that we feel would help the community at its best. So the next seminar will begin in September at UC Irvine. We have the help of ISU, Iranian Student Union. They get the room for us, and we hope to see you guys Wednesdays 7 to 10. دقیقاً. حالا ترجمه میکنم، میگن که شیوا و مریم و من و حالا دیگه ایمان چهارتایی میشینیم و بچه ها میگن که چه موضوعی مناسبه، چه موضوعی بیشتر تقاضا شده و من اون موضوع اگر در قدرتم باشه که همون موقع قبول میکنم، اگه در قدرتم نباشه، اطلاعاتم کافی نباشه، میرم و مطالعه میکنم خودم. I've been taking courses constantly. خودم هم میرم کورس رو بر میدارم، کورسایی که در بهترین سطوح علمی ارائه میشه این کورسا رو خودم میرم بر میدارم، 2 روز 3 روز شرکت میکنم و بعد اطلاعات رو میارم با تجربیات خودم به هر حال یه جوری همراه میکنم، اون بود کراس کالچورالشو یا انطباقشو با فرهنگ خودمون و بعد تو این کلاسا به هر حال یه کلاسی که برای هممون فرصت خوب یادگیری هست. We would like to expand it to so more of our generation will attend, because right now a lot of parents have been coming and it's been very useful and helpful to them. But we would like to expand it, so if the young generation has any specific topics or questions that they would like Dr. Fanoudi to address, please email Dr. Fanoudi at what is the email for student email? Oh, that's my personal email. Oh, that's your personal. Yeah. Do you want to announce that, or you would rather? It. Yeah, go ahead. It's gudarsm@gmail.com.
If you have any questions regarding the seminars, please contact me. Either I or Shiva will respond to you. That's Goodarzm, goodarzm@gmail.com. gmail.com. بله. تو هم ایمیل داری که انانس کنی؟ من از همون ایمیل شما استفاده میکنم. دکتر فرمی ولی من یه مطلب دیگه رو میخواستم بگم و اون اینه که ما سعی میکنیم که به خاطر اینکه خیلی تقاضا داریم روی ایمیل خانم دکتر که واقعا علاقمندن به خصوص دانشجوی روانشناسی از کلاس خانم دکتر استفاده کنن، ما از این به بعد کلاس خانم دکتر رو فیلم برداری خواهیم کرد و حالا به صورت سی دی که روی وبسایتتون خواهیم گذاشت که بتونن ببینن، ولی برای کسایی که در دست دسترسیشون نیست، حالا نمیدونم که به خاطر اینکه زمانش 3 ساعت خانم دکتر لطف میکنن 3 ساعت اونجا به ما آموزش میدن، بتونیم روی فیسبوک بذاریم یا روی یوتیوب بذاریم، نمیدونیم که چیکار هنوز میتونیم انجام بدیم، ولی سعی میکنیم که در دسترس باشه. اضافه اینکه من می‌خواستم بگم واقعا خانم دکتر از همه روزشون رو گرفتارن. نه من فقط میخوام زمانهای شما رو که میبینم با شما خیلی وقت صرف میکنم بگم که واقعا ایشون اگه وقتی رو میذارن، به هر حال اونطوری که من میدونم هدفشون واقعا بالا بردن سطح علمی و آموزشی همه ایرانی ها هستش و همونطور که گفتین به خاطر تلفن ها اگر یه وقت مشکلی پیش میاد، ما میبینیم که ایشون از 7 صبح واقعا توی یا آفیس هستن یا مقالات هست یا به هر حال مسائل مختلف هستش و این فیسبوک به هر حال باز داره وقتشون رو اضافه تر میگیره، ولی خب لطف کردن به خاطر همون علاقه‌ای که در جاهای مختلف بوده این وقت رو باز وسط رو خالی میکنن. واقعا نیم ساعت ما میریم تو آفیسشون با هم دیگه هماهنگ میکنیم چی بذاریم روی صفحه. مرسی که اینو گفتی. واقعا دوستان باورم کنین که من کمکاری نمیکنم. باورم کنین کمکاری نمیکنم. البته یه بخشی از اوقاتم صرف متاسفانه پول درآوردن و گذران زندگی میشه. این قسمتش خودخواهانه مال خودمه، ولی در اوقات بیرون از این واقعا تا جایی که از دستم برمیاد کمک میکنم و شما نمیدونین حجم تلفن هایی که میاد واسه من چیه. شما هر وقت به این شماره زنگ میزنین 444444 میبینین که میگه وایس میل فوله و من باورم کنین که هر 3-4 ساعت یک بار این وایس میل رو خالی میکنم. بنابراین نمیتونم بیش از این با به همین دلیل قدر این بچه ها رو خیلی میدونم که دارن یه کاری میکنن که ما راحت تر با بیشتر شما در ارتباط باشیم. من میخوام روانشناسی شما دوتا رو امتحان کنم، یه سوال جواب بدیم، سوال بکنیم ببینیم جواب شما چیه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر جانم بفرمایید. سلام، از هیجانم نمیدونم چطوری صحبت کنم. من از قبل از پیام‌های بازرگانی روی خط تلفن بودم. آخ عذر میخوام. و نه تقاضا میکنم، فقط یه سوال دارم. این در ارتباط با مادر همسرم هستش. مشکل اینجاست که این خانم خیلی زجر میکشه در واقع از دست شوهرش، به خاطر اینکه پدر شوهر من معمولا دو تا آدمه. وقتی که خونه هستش خیلی با مادر شوهرم رفتار بد داره، توهین میکنه، دعوا میکنه، بلند صحبت میکنه، اما وقتی که میره بیرون تو مهمونی یا جایی انقدر نوازشش میکنه، بوسش میکنه، بهش احترام میذاره، خیلی مثلا خوب رفتاری میکنه با اینا. بعد انقدرم آدمه با اینکه سنش 57 سالشه، ولی رفتار بچگانه از خودش خیلی زیاد نشون میده. مثلا وقتی من بچه‌م هستش به خونه اونا هستیم، به یک باره صدای مادر شوهرم رو در میاره، کلافش میکنه، عصبانیش میکنه. بعد که مادر شوهرم میگه برو کنار یا این رفتار نکن یا حرف نزن، یه دفعه اینطور میکنه میخوای جلو این بچه منو کوچیک کنی ها، مثلا بچه 6 ماهه رو که اصلا خب اونقدی نمیفهمه، میگه میخوای تو منو این بچه رو از چشم من بدش بیاد، یعنی دیگه مثلا خوشش نیاد از من. حالا سوالتون چیه؟ سوالم اینه چطوری این با این آدمایی که دو تا آدم هستن میشه زندگی کرد؟ یعنی این آدم واقعا دو تاست،
کاملا بیرون یه آدم دیگه است، داخل یه آدم کاملا متفاوتیه، اصلا یه جور رفتار میکنه که من خیلی محترمم، خیلی مهربونم، در حالی که واقعا بیرون اینطوری، داخل خونه اینطوری نیست. یک سوال دیگه هم دارم، شما یه آقای معرفی کردید، نیمای قربانی، اینا توی ایران خیلی ها میرن، حتی دانشگاه تهران و اینا نتونستن شمارش رو پیدا کنن، آیا این اجازه هستش که اگه کسایی که در ایران زندگی میکنن تلفن بزنن و شماره این ایشون رو بذارن روی تلویزیون شما؟ فکر نمی کنم این کار مجاز باشه، ولی من میدونم یه عده تلفن ایشون رو در ایران پیدا کردن، خود من هم دارم، ولی که الان اگه بگم دارم باید 200 تلفن جواب بدم، بنابراین من تلاش میکنم هفته آینده شماره تلفنشون رو بیارم اینجا بگم. بذارید برگردیم اول سر آدمایی که دوتا آدمن، ما انواع مختلف دوتا آدمی داریم. مریم، what do you think? From what I can tell, he has a conflict of power and a struggle with his identity between, it's his mother that he has problems with? No, his wife. Oh, his wife. But so he wants the power with her, but he wants others. He doesn't want others to see him as that personality. یه نکته بسیار خوبی رو مریم داره میگه. میگه این آدم با قدرت مشکل داره. میخواد در رابطه با زنش کاملا قدرت مطلق رو داشته باشه و کنترل مطلق داشته باشه، ولی این مسئله رو با دیگران نداره. موقعی هم که جلوی دیگران بر زنش مهربونه، به خاطر اینکه داره ایمیجش رو به اصطلاح یا تصویری که از خودش داره. تو چی فکر میکنی ایمان؟ والا فکر میکنم که البته من که اصلا تخصصم درسم بیزینس دارم میخونم، بله، ولی فکر میکنم که به هر حال کسی که به بلوغ عاطفی همونطور که از سیدی های شما و کلاس های شما یاد گرفتم نرسیده باشه، براش خیلی مهمه که بقیه چی فکر میکنن دربارش و در بیرون از خونه برخوردش طوریه که بقیه فکر کنن که خب خیلی انسان محترمیه و در داخل خونه قدرتش رو میخواد نشون بده، و اگر اون زن بیاد بگه که نه خب این مشکل رو دارم، کسایی که بیرون دیدنش تایید نمیکنن و میگن که نه، این که خب همیشه قربون صدقه تو میره یا مثلا همیشه باهات مهربونه، در حالی که این از ضعف میاد و باید سی دی بلوغ عاطفی شما رو فکر کنم که حتما گوش کنم. بله، من فکر میکنم که به مادر شوهر شما باید بیاموزید یا بگید که در مواقعی که در خونه مورد بی‌حرمتی یا بی احترامی او قرار میگیره، برای خودش بیسته و این مرد بدونه که بی احترامی هاش در خونه به راحتی و زیر سیبیلی در نمیشه. او هست که باید برای خودش بیسته. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستی. هلو بفرمایید، با شما هستی. هلو آقای جان، بفرمایید. هلو بفرمایید. خانم دکتر، با من هستی؟ بله خانم، بفرمایید. خسته نباشید خانم دکتر، من یه سوالی دارم از حضورتون. اینی که آدم با آدم های خودشیفته چطوری میتونه برخورد بکنه، یا چطوری میتونه آدم های خودشیفته رو تحمل بکنه؟ بله، این خودشیفتگی از اون شمشیرهای دولبه است، چون ما خودشیفتگی رو در دیگران میبینیم ولی گاه دیدنش در خودمون خیلی سخته. به همین دلیل اکثر کسانی که سوال میکنن راجع به خودشیفتگی میگن ما با یه خودشیفته که زندگی میکنیم چیکار کنیم، ولی احتمال این هست که ما خودمون هم حداقل با یه درجه ای از خودشیفتگی دست در گریبان هستیم. من هفته گذشته درست به این سوال جواب دادم و اگر دوستانی مایل باشید میتونید روی وبسایت ما سوال هفته گذشته رو نگاه بکنید، چون تکرار این برنامه رو وبسایت خودم هست، تماشا بکنید. ولی الان دلم میخواد از این دوتا بچه ها بپرسم، ایمان با یه خودشیفته چجوری میشه زندگی کرد؟ بعدم از مریم. والا دوباره از آموزشی که از خودتون دیدم فکر میکنم که ما اگر که مرزها رو بتونیم تعیین کنیم برای خودمون اول و برای طرف، یعنی اینکه اولا که نذاریم وارد مرزهای ما بشن،
به اون حرمت ذات که شما میگین اهمیت بدیم و حرمت ذات خودمون رو حفظ کنیم و اول ما نذاریم که کسی وارد مرزهامون بشه، بعد بیایم مرزبندی رو به طرف یاد بدیم یا یادآوری کنیم. آخه خودشیفته که اصلا ما رو قبول نداره، حالا بیاد ازمون یه چیزم یاد بگیره. بذار ببینیم مریم چی میگه. Narcissist. How could we cope with a narcissist? The person who's usually narcissistic isn't aware that he or she is narcissistic. یه انسان خودشیفته اصلا خودش خبر نداره که خودشیفته است. And they believe that they're always better than the other person. همیشه اعتقاد دارن که خودشون از بقیه بهترن. They don't realize that they belittle or are condescending. اونا تشخیص نمیدن که دارن دیگران رو تحقیر میکنن یا پایینشون میارن. So the person dealing with the narcissistic has to be aware that this person themselves are not aware of who they are, their personality. So in order for them to change, they have to be willing to change and have to be aware of it first. So the person dealing with them has to either take them as they are and accept them as narcissistic, or try to help the other person realize on their own terms that they have an issue. Okay. نکته خیلی مهمی رو مریم داره میگه که اگر تو هفته گذشته منم نگاه کنید میبینید توضیح دادم. خودشیفته خبردار که نیست، خودشیفته است. یعنی شما وقتی که چیزی اذیتتون میکنه یا فکر میکنی اون شما رو تحقیر میکنه، مثلا شما میگی میزو بذارم اینجا، میگه که اینجا بذاری؟ کدوم دهاتی اینجا میذاره؟ میز اصلا جاش اینجاست؟ شما فکر میکنی او داره شما رو تحقیر میکنه، در حالی که اینطوری نیست. به خصوص خودشیفته ابلیویس یا ابلیویس نارسیسیست، این اصلا خبردار نیست که داره شما رو تحقیر میکنه. او چون خودش میدونه که بهترین چیزها رو او میدونه، تعجب میکنه چه تو نمیدونی چه تو این میز باید اون طرف باشه. مریم داره اشاره میکنه اگر ما با یه نارسیسیست زندگی میکنیم، یا باید همون جوری قبولشون کنیم، یا باید اول تلاش کنیم که اونا رو واقف کنیم از این که یه همچین مسئله ای دارند. نمیدونم شما سوالتون رو پاسخ گرفتید یا نه. به هر حال متشکرم خانم دکتر. من یه مقداری جواب تو، یعنی چیزی که میخواستم گرفتم، ولی کلن میخواستم بدونم که اصولاً با آدمای خودشیفته چطوری باید برخورد کرد، چطوری باید بله. یعنی من اصلا فقط چه کار کرد. من هفته گذشته میگم مفصل نیم ساعت حدوداً توضیح دادم، برای همین دوباره دارم نمیدم که بقیه بیننده ها حوصله‌شون سر نره. شما اگر با یک خودشیفته مجبوری زندگی کنی، اون وقت باید هی سیخونکش نزنی که تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی. یعنی یه جلیقه ضد گلوله عاطفی تنت باشه که بدونی از رو اجبار تو این رابطه هستی. این محاسن رو داره. خودشیفته ها اکثرا پرووایدرهای خوبی هستن، مثلا زندگی خوبی واسه شما فراهم کردن، کاری هم به کارت ندارن. هر از گاهی هم مثلا حتی با طنز آدم میتونه. من یه خودشیفته ای بود که در میان دوستان همیشه صداش میکردم قبله عالم به سلامت باد، همیشه با شوخی. خودش دیگه متوجه شده بود، تلفنم که میزد به من میگفت قبله عالمه. و ولی همسرش میگفت همین شوخی که ما با این میکردیم، گفت خیلی آگاهش کرده. همیشه ما کله تو کله نمیتونیم با خود شیفته بریم. مثلا یه موقعهایی با یه تنزایی میشه اونا رو متوجه کرد که تو اونجایی که همه وایستادن وای نستادی، از اون بالای فیل سواری داری با بقیه برخورد میکنی و اینا. ولی اگر قرار باشه با یه خود شیفته زندگی کنی، اما هر روزم ازش ایراد بگیری، هر روزم باش جنگ داشته باشی، شما نابود میشی نه اون. Because you feel more and he doesn't feel it. آمریکایی ها یه مثل دارن، میگن اگه با خوک کشتی میگیری آگاه باش، هر دو گلی میشی. اما خوکه گلو دوست داره، عاشق گله. با شما هستم، بفرمایید. سلام کنم خانم دکتر. سلام خانم. اشاره که همیشه خوب و خوش باشی. مرسی. من به داشتن یه همچین خانم ایرانی که واقعا انقدر باسواد هستین همیشه. بفرمایید، ممنون. خانم دکتر، من یه سوالی راجع به پسرم داشتم. الان 26 سالشه، ازدواجم کرده، ولی بعضی اوقات میگه که مامان من تازگی همش نگرانم، مثلا در رو چک میکنم ببینم آره دید چند بار در رو بستم، یا مثلا
بعد وقت میشینم بی خودی همه چیز خوبه، میترسم همه چیز من الان خوبه در آینده مثلا خراب بشه. بذارید آتیه دکتر ما جواب بده. مریم did you understand؟ So he has, it seems like he has an issue with anxiety and it could develop into OCD if it has not yet. He's anxious about something and he doesn't know what he's anxious about. خب میگه که اینطور که شما میگین مشکل بچه شما اضطرابه و این اضطراب میتونه به وسواس تبدیل بشه اگر تا حالا نشده و به نظر میرسه که او پیوسته از یه نگرانی رنج میبره. این نگرانی موضوعای مختلف پیدا میکنه. بهترین شیوه درمان اضطراب همطور که قبلا هم اشاره کردم، ایشون حتما تا جوونه، تا 26 سالشه، به یک روانشناس مراجعه کنه. روانشناس یک ارزیابی کامل روانی بکنه و ببینه که ریشه این اضطراب چیه. گاهی ریشه این اضطراب که ژنتیک هم میتونه باشه، بایوکمیکال هست و کامبینیشن درمان یا مجموعه درمان دارو درمانی، روان درمانی، ورزش بسیار بسیار کمک میکنه. روان درمانی مؤثر بیشتر کاگنیتیو تراپی هست که او به ذهنیت خودش تسلط پیدا میکنه و قدرت پیدا میکنه که عواطفش رو کنترل کنه و اداره کنه. یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه، الان ریسرچ هم راجبش هست، لوندر، به خصوص اویل لوندر، لوندر اویل یا اسانس لوندر، اگر تو شیشه باریکی تو جیب خودش داشته باشه و در روز چندین بار تنفس عمیق کنه، خیلی کمک میکنه به پایین بردن این تشویش و اضطراب. ولی همونطور که گفتم درمانش جدی و یه مثلث درمانیه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هست. بفرمایید میریم رو نفر بعدی. بفرمایید. الو بفرمایید خانم. الو سلام علیکم. سلام خانم، بفرمایید. سلام خانم، من از اروپا صحبت میکنم. بله. و میخواستم برای یکی از دوستای خیلی نزدیکم و چون به این برنامه شما دسترسی نداره یه سوالی کرده باشم. بفرمایید. بعد والا چند روز پیش این دوست من دخترش به مادرش گفته که الانم اینقدر هیجان دارم، به مادرش گفته که حدود نزدیک یک سال یا دو ساله که پدرش با این کارهایی میکرده. خانم عذر میخوام، ایشون با من شخصا تلفنی صحبت کردن و من شما بخون... میشه بهشون گفتون سه شنبه صحبت کنید که یه جوابی یه راهنمایی، حالا من نمیدونم شما بفرمایید. بله، به من ایشون با من یه تلفن اورژانس زدن و رو خط اورژانس هم با من صحبت کردن. به من گفتن که دخترشون بهش اطلاع دادی که دو سال پدر باهاش رابطه جنسی داره و من از ایشون سوال کردم که من به ایشون پیشنهاد کردم که فوراً دختر رو به تراپی ببرن. ایشون اشاره کردن به تراپی بردم و گفتم که شما خودت با این مسئله چه برخوردی کردی؟ گفت من به پلیس هم ریپورت کردم. گفتم اگر به پلیس ریپورت کردی که بخش قانونی اون دست دیگه دستگاه های قانونی اون کشوره و قسمت درمانی اون به دست روانشناسه، ولی همین که وقتی دختر به شما گفته شما قاطعانه و برای منافع دخترت ایستادی و حتی همسرت رو به پلیس ریپورت کردی، بسیار برای دخترت التیام بخش خواهد بود که مادری نبودی که به خاطر زناشویی و ترسهای خودت و شوهر خودت احساسات او رو ندیده گرفتی. حالا حتی اگر یه روزی او خودش پدرش رو ببخشه یا اگر دوباره رابطه خانوادگی بخواد برقرار بشه، در این موقعیتی که شما دخترت رو جلوی خودت قرار دادی و برای او تصمیم گرفتی و برای او به منافع او عمل کردی، همیشه جزء عناصر التیام بخش این ماجرای بسیار غم انگیز برای دختر شما خواهد بود. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. صد نه؟ الو. یه همچین قصه. بفرمایید، با شما هستم. خانم دکتر با من هستی؟ با شخص شما. سلام خانم، خسته نباشین. اولا که تشکر میکنم از همه برنامه‌های آموزنده‌تون
و از این دوتا جوان دستگولی که پلوی شما نشستن که میدونیم چه زحماتی میکشن. اینا همکارای منن. من خودم روی فیسبوک رفتم چند تا مقاله های شما رو خوندم و میدونم که این چیزا چقدر وقت میگیره و واقعا زحمت هایی که این جوان ها میکشن چقدر ارزش داره واسه همه مردم، برای اینکه خدمتی که شما دارین میکنین در واقع از طریق اینا پخش میشه. ببینید این بچه ها اینقدر گرفتارن، این که دانشجوی فوق لیسانس مریم که دانشجوی دکتراست، اینقدر اینا گرفتارن که یعنی هیچ دلیلی نداره که اینقدر بخوان به فکر محیط و جامعه خودشون باشن. ولی واقعا تکست نوبلتی، اینقدر احتیاج به انسان دوستی هست که اینا اینقدر وقت آزاد میذارن. چون من ساعتها اینا تو آفیس هستن با این دستگاه ها ور میرن که من دارم کار خودمو میکنم، ولی کن خب قدردانشون هستم همیشه و واقعا مردم هم قدردانشون هستن. حالا ما که اونجا نیستیم سعادت داشته باشیم کلاسای شما رو بیایم، ولی من خودم روی فیسبوک رفتم و مقالاتونو خوندم و واقعا میدونم که با این گرفتاریاشون و با اینکه جوانای این نسل هستن و بین این دو تا فرهنگ هستن اینقدر درکشو داشتن که این وقت رو برای همه گذاشتن و این زحمت ها رو میکشن. چه برای خصوص مطمئنن که شما هم خیلی دوست دارن ازشون پیداست که معلم بسیار خوبی بودین که الحمدلله این جمع قشنگ تشکیل شده و باید شده این خدمت به مردم به خصوص واقعا ارائه بشه. یه کار دیگه‌ای که بچه‌ها دارن الان میکنن همون کاریه که میخوان هفتگی یکی یه مصاحبه انگلیسی و فارسی بکنن، از جوونا مشکلاتشون رو به صورت سوال درارن. منتها این سوالا مثلا یه 100 تا سوال میرسه بهشون، اینا رو باید دونه دونه بخونن، از توش دو سه تا درشتاشو سوا کنن و اون وقت اونا رو مصاحبه میکنن، بعد اونا رو به صورت فیلم یا یوتیوب یا کلیپ DVD میذارن رو فیسبوک. یعنی واقعا دارن وقت صرف میکنن. بله مشخص ارزششون و واقعا ایشالله که خدا بهش اجرشون رو بده که مطمئنن میده و بدونن که مردم همیشه تشکر قلبی ازشون دارن، چون اینجور زحمت هایی که بدون هیچ چشم داشته مالی هستش ارزشش بسیار 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 بالاست. بفرمایید. خواهش. انشالله که همیشه این حالت باشه و این خدمت و این نظر لطفی که این جوونا نسبت به مردم دارن، تازه ما که اینا رو ببینیم امیدوار میشیم به جامعه ایرانی. لطف دارین شما، خیلی متشکرم. Thank you very much. بعد مقابل کارهای خانم دکتر بابا باز دوباره بفرمایید. تو قرار شده که بفرمایید. هلو. الو سلام عرض کردم. بفرمایید خانم. حالتون خوبه خانم دکتر؟ من این ایمان نمیتونه که صدای منو میشنوی؟ زبونشو نگه. بفرمایید. صدای منو میشنوی؟ صداتون خیلی ضعیف میاد، کمی بلندتر. بله چشم خانم دکتر. نمیدونم الان صدای منو میشنوی یا نه. بله بله عالی. به شما زنگ زدم راجع به پسر خواهرم با شما صحبت کردم که یه پسر تینیجره و این با یه دختر دوست بود و که بهتون گفتم که بهشون هم خیلی علاقه من بودن و این دختره چون اون رابطه‌ش رو با این قطع کرد این از این نظر خیلی صدمه دید و در ضمن این یک کتاب نوشته که اون کتابش هم فروش نرفته و از اون نظرم خیلی سرخورده شده. صدای من میاد خانم دکتر؟ بله بله خانم بفرم. بعد حالا این مدن شما چیزایی که گفتین زیاد کار نکرد، ما الان پدرش و مامانش و باباش براش روانشناس گرفتن نمیره و اسمش هم نوشتن بهترین دانشگاه، نمیدونم دانشگاه جورج واشنگتن آشنایی دارین در واشنگتن، اسمش هم نوشتن نمیره، میگیره میخوابه تا ساعت 2 شب تا ساعت 4 میشینه موزیک گوش میده هر کاریش میکنن. روز اول یه روز بردن سر کلاس خیلی خوشحال شد، نه خیلی هپی بودن، بعد اومد دوباره دیگه نرفته و حتی بهش میگن خب ممکنه موردی باشه تو برو روانشناس، براش بارها وقت گرفتن نمیره. شما فکر میکنین چجوری میشه کمک کرد که این بلندشه و بره روانشناس؟ چون بره حالا دیگه ممکنه شما مشکلش حل بشه. شما به درستی وسط جملات گفتی که پیشنهادایی که من بهت کردم هیچ کدوم کار نکرد. نه برای اینکه باید دوباره بره ورزش کنه. شما گفتیم بعد ورزش بکنه، بعد این یه کمیکاله که تو بدن اتفاق میفته که آدم ها دلبستگی شدید به این صورت به کسی پیدا میکنن با ورزش کردن با سرگرم کردن با محیطش عوض کردن.
این اصلا به هیچ کدوم اینا جواب نمیده. بله من فکر میکنم، من فکر میکنم، حالا از مریم میپرسم، این جوانا الان دنیای عشق عاشقی رو از من بهتر میشناسن، من خیلی وقت از این دنیا فاصله گرفتم. خانم دکتر بعضی موقع دوستاشو میاره، مثلا 20 دوستاشو میاره کنار استخر، مثلا با دوستاش میگه، میخنده، پذیرایی میکنه. نه شما چی دوست داشتین رو میدونم. بذارید من اول از بچه‌ها بپرسم. میشنوم اینجوری که یه بچه‌ای با دو تا شکست روبرو شده، یکی شکست عشقی، یکی شکست در یه فانتزی کتابی که نوشته فکر میکرده مثلا یهو بستسلر میشه یا خیلی استقبال میشه و اینا، و بعد حالا تو دیپ دیپرشن رفته و خودشو دیس انگیج کرده از تمام قسمتهای زندگی. دقیقا. به نظر تو باید چی کار کرد؟ به نظر تو باید چی کار کرد؟ Well, you have to be aware that this is really hard for him. It's two heartbreaks that he's been going through. It's going to take time, baby steps for him to feel like he's himself again, to come out into his shell. His shell is broken right now, so he has to want to change, and it's going to take a lot of time for him to focus again, and he needs his space. I think he needs his time. بذار ترجمه کنم. میگه که باید تشخیص بدین که دو تا دلشکستگی بزرگ سراغش اومده و این تو صدف خودش که بوده صدفش شکسته و حالا هر چی شما میخواین بیرون از اونجا حرکتش بدین نمیخواد بیاد. این احتیاج به یه زمان داره و احتیاج به understanding یا همدلی خیلی قوی داره. شاید این الان دنبال راه حل‌های فوری نباید بود. اعتماد به نفسش شکسته، اعتمادش به خودش از بین رفته و باید انقدر با ملایمت و انقدر با حمایت و ساپورت اجازه بدن که شاید دوباره تیکای شکسته خودشو رو هم بذاره. اگر دارو درمانی ضروری باشه وقتیه که میزان افسردگیش از یه حد به اصطلاح معمولی گذشته و به حد خطر رسیده، زنگ خطر. خب اخ ببخشید من به عذر میخوام، من فکر کردم شما رو خط نیستی. بفرمایید. من اجازه بده یه لحظه. من فکر می‌کنم که با واقعیت زندگی داره برخورد میکنه دیگه، یعنی همونطوری که مریم جون گفت اون شاید حبابی که دورش بوده شکسته و دیده که اون زندگی اونطوری ساده نیست که توی تخیلات ما هست، زمانی که خیلی جوان هستیم که فکر میکنیم که خب الان موفقیت مالی خیلی سریع برامون پیش میاد و به هر حال عشق فقط یکیه و نمیتونیم با آدمای دیگه رابطه عشقی برقرار کنیم. عشق به هر حال درون ماه، وقتی که ما عاشق کسی میشیم این عشق چیزیه که در درون ماه و با کس دیگه اگر مچ پیدا کنیم میتونیم اونو قسمت کنیم. عاشق شدی مونتالا؟ بله. دلت هم شکسته؟ بله. پس هم دردی تو چطور؟ بله. عاشق شدی؟ تو هم دلت شکسته؟ بله. چه جوری در اومدین از توش؟ زمان؟ بله. زمان؟ بله. زمان آموزش، آموزش. زمان اکسپریانس، زمان makes you grow as a person. همه سخته. اون وقت آدم یادش هم میره اون عشق؟ نه. You don't forget. لزومی هم نداره یادت بره. Well, it doesn't work out for a reason. You know that. هر چیزی که امروز توی مطب صحبت میکردیم با خودتون که هر چیزی که نکشتت از تو آدم قوی تری میسازه. بله. حالا مقاومت کنی. حالا منم 17 سالگی عاشق شدم ها، مال منم به جایی نرسید و دلم شکست، ولی دیگه اون شکسته من حالا خیلی وقت گذشته. خب بفرمایید دوست عزیز با شمایی. خانم دکتر احوال شما؟ الو بفرمایید. حالتون خوبه؟ خیلی بفرمایید. خانم دکتر من یه دختر 21 ساله هستم که متاسفانه استرس و اضطراب شدید دارم. به صورت که حالا 4 بار خشم من در رفته بخاطر صدای شما خیلی بد میاد. خانم عزیز صدای شما با سلولر حرف میزنین؟ با تلفن دستی صحبت میکنی؟ با تلفن سیمی داره. بعد صداتون قطع و وصله، ما ستا هیچ کدوم نمیفهمیم. من کار دیگه بلندتر و چمرده‌تر میگم. من یه دختر 21 ساله هستم، استرس زیادی دارم. نه نمیتونیم. نمیشنویم شما رو، نمیتونیم داشته باشیم. بفرمایید دوست عزیز با شما هستی. سلام. سلام خانم دکتر. سلام خانم بفرمایید. من راجع به شوهرم خواستم صحبت میکنم. خیلی کوتاه میگم که
از درود 30 سال با این آقا ازدواج کردم. از همون ماه اول متوجه شدم که خیلی زود عصبانی میشه و شما میدونید که موضوعی که تو ایران ما نمیتونستم به پدرم بگم، پدرم مادرم بگم که من نمیخوام با این ازدواج کنم، بالاخره باش ازدواج کردم و متاسفانه صاحب دو تا بچه شدم که من عاشق بچه هستم، ولی همیشه با من خیلی بدرفتاری میکرد و من به خاطر نجابت و به خاطر که در همسایه متوجه نشن هرچی داد میزد من هیچ وقت جواب نمیدادم. بعد اومدیم آمریکا، بعد حالا بچه هم بزرگتر شدن و الان داماددار شدم و عروسدار شدم. حتی هر روز جلوی نوه من که بچه 3 سال است بازم شروع به داد و بیداد که اون بچه شروع کرده به گریه کردن. و من میدونم که اینجا اگر من به قول اون خانم یه زنگ به پلیس بزنم 100% این آقا رو مجازات میکنه، من از شاهد میشم، ولی بازم میگم آخه من داماد دارم، عروس دارم، عروسم 26 سالش. یه لحظه میخوام شما خودتونو بشنوی. یه روزی پدر داشتم، مادر داشتم، به خاطر اونا هیچی نگفتم. بعد همسایه داشتم، بعد به خاطر همسایه، بعد به خاطر همسایه هیچی نگفتم. حالا امروز عروس دارم، داماد دارم، به خاطر اون هیچی. خب این اصلا دلیلی نمیبینه که عوض بشه. شما هر روز یه دلیلی دارید که ابیوز او رو بگیرید، بخرید، ستم او رو بپذیرید. من میدونم، من همیشه الان من میدونم چقدر من آبروداری کردم و این همش داد زده، بیداد چیزا زده، شکسته، هم من تحصیل کردم، هم تو خودش از خانواده خیلی خوب بوده، تمام مدت هم همش ایرادی از من نداره بگیره، ولی راجع به فامیلای من صحبت میکنه. چرا اونه من اون برادرت، اون خواهرت؟ عزیزم ایشون بیماره، شما کمک نکردید او بیماریشو درمان کنه. او دندون درد داشته، داد میزده، شما های آسپرین گذاشتی روش، بعد کم کم صورت او ورم کرده. شما کمک نکردی با این، با قول خودتون آبروداری یا به نظر من آبروخواری. شما کمک نکردید به او. حداقل الان که به قول خودتون یه بچه 2 ساله از او وحشت میکنه، الان با هم بگید که یا ما با هم میریم پیش یه مشاور یا یه روانشناس، مسائل عوض میشه، یا بقیه عمرم رو میخوام محترمانه زندگی کنم. هلو، ما شما رو از دست دادیم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستی. من سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. راجب نه. الو. بله بفرمایید. صدای من میرسه خانم؟ بله خانم، بله. من نوه 6 ساله دارم، خیلی بازیگوشه، اصلا نمیشینه، غذا نمیخوره. خب بچه 6 ساله باید بازیگوش باشه دیگه، و الا 60 ساله بازیگوش میشه. اون وقت معلماش اصلا حرف معلمو گوش نمیده. تمام الان ما 10 تا مدرسه پرایویت اسم اینو نوشتیم و هیچ کس اینو قبول نمیکنه. نمیدونم، اجازه بدید که مریم از شما چند تا سوال بکن. بفرمایید. یه بچه 6 ساله که رستلسه، معلما و مدرسه و اینا عاجزن. اوکی. آیا مدرسه روش اسسمنت تست کردن که ببینن که آیا ADD داره؟ من فکر کنم دکترش گفته، دکتر خانوادگی گفته نداره. دکتر خانوادگی گفته نداره. بله. خب پس حالا مادرش چرا صحبت نمیکنه که مادر بزرگ داره صحبت میکنه؟ مادرش فرانسویه، نمیتونه فارسی حرف بزنه. من اگر جای شما باشم این بچه رو بلافاصله به یه روانشناس کودک میبرم. بله. که یه ارزیابی درستی بشه از این موضوع. به من اشاره میکنن که وقت تموم شد، ما باید از شما خداحافظی کنیم. شما بچه‌ها یه توضیحی راجع به این شماره‌های کدای رایگانی که به دوستا دادین ندادین. بله. تو 1 دقیقه اینو توضیح بدین. بله. و برید. دوستان محبت میکنن، البته اول که خب باز خانم دکتر محبت کردن، اومدن این وبسایت رو که در اختیار یک کمپانی هست که کاراش انجام میده به صورتی کردن که با 50 دلار سالیانه میتونین عضو بشین و تمام CD های خانم دکتر رو، تمام این برنامه ها رو روش میتونین ببینین که مبلغ بسیار بسیار ناچیزیه برای 1 سال.
و یک سری از دوستان اومدن دونیت میکنن، یعنی میان مثلا به 10 تا خریداری میکنن یه دونه رو استفاده میکنن، 9 تا دیگر رو میگن که بیاین استفاده کنیم برای کسایی که در ایران یا لحاظ مالی در مضیقه هستن. اینو ما در اختیار داریم یه تعدادی، ولی خواهش میکنم واقعا کسایی که احتیاج دارن به این که اینو استفاده کنن و پولش ندارن از متقاضا چون اون کنن. هفته یهو ریختین سرمون همه کدا تموم شد، ما مجبور شدیم بیشتر اونایی که در ایران هستن، میدونیم که سخت در ایران به هر حال پول ریختن و خب به هر حال 50 دلار در ایران شاید رقمش بیشتر باشه تا اینجا، استفاده کنن. و برای یک سال یه تعدادی کد داریم که توی نوبت گذاشتیم، چون تعداد زیاد شده توی یک لیست انتظاری گذاشتیم تا نوبت برسه. ولی خب عزیزانی که علاقه دارن میتونن بیان دونیت کنن، 10 تا 50 تا هر تعدادی که دوست دارن بخرن. این میره برای آموزش به هر حال کشورمون و برای بهتر شدن روابط بین انسان ها، حالا چه زن شوهر باشن چه با بچه چه دو تا مرد. بله، اونایی که الان تقاضا دادن هنوز بهشون ندادیم چون کد نداریم. من از دوستانی که سنین بالاتری دارن، موفقیت های مالی دارن، اقتصادی دارن، خواهش میکنم که شما مثلا 5 تا 10 تا از این کدا رو بخرید، دونیت کنید. و وقتی دونیت میکنید اینه که اون افرادی که سایتو دارن در اختیار دارن، شما ایمیل میکنید به drfarnoodi.com، ایمان و مریم دونه دونه رو میگیرن خودشون، بنا به اینکه اول اولویت میدن به ایران، اولویت میدن به دانشجوها، ولی بعد همینطوری به ترتیب این کدا رو میدن، یعنی ایمیل شما رو فوروارد میکنن به کسی که سایت ما رو اداره میکنه و اون دونه دونه میده. و هر کسی هم که دونیت کرده ایمیلا رو میتونیم بهشون بدیم که چند تا دادیم و به کجاها، ولی اسما رو ریویل نمی کنیم که محرمانه باشه. همه این اطلاعات هم رو فیسبوک گذاشتن که میتونین برین از اون رو ببینین. ایمان مرسی از همه محبتات، مریم ممنون، خیلی خوشحالم که با این بچه های جوون هستم، هم کلاسی هستیم، تو یه کلاس معمولا وقت میگذرونیم و با ما باشین تا هفته آینده. بچه ها هر وقت حرفی برای گفتن با شما داشتن خدمت شما میان. یه دنیاییه که بین تولد تا مرگ هر کدوممون هر خدمتی میکنیم برامون میمونه، بقیه چیزام برامون نمیمونه. روز و روزگار به همگی شما خوش. خیلی متشکرم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپهای شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، هفت شهر عشق. برای تهیه با کریدیت کارت به وبسایت www.drfarnoodi.com و یا با تلفن های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید. توجه علاقمندان برنامه‌های ورزش و سلامتی، جهت سفارش دیویدیوهای ورزش و سلامتی با شماره تلفن 818-984-1578 تماس حاصل فرمایید. دیویدیوها شامل هنرهای موزون، تایبو، وزنه و ایروبیک. تلفن سفارش 818-984-1578. اقامت در امریکا به مدت یک سال از طریق دانشجویی با دریافت سریع ویزای I-20 از اداره مهاجرت. کلاس ها شامل ماساژ تراپی، خودشفایی، انرژی درمانی، ماساژ زیر آب،
و ماساژ از طریق نقطه اثر. با مدیریت آقای حسین آذر، فارغ التحصیل مدرسه علوم پزشکی از کالیفرنیا در بیورلی هیلز با بیش از 20 سال سابقه، دانشجویان مقیم امریکا می توانند از وام بدون پرداخت تا $5,000 استفاده نمایند. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ما www.schoolofhealingtouch.com و یا با شماره تلفن 510-886-0893 تماس بگیرید. آبنار نیکو 100% خالص. آبنار نیکو مفید جهت جلوگیری از بیماری های قلبی، فشار خون، پایین آوردن کلسترول، جلوگیری از آلزایمر، آرتروز، جرم گرفتگی دندان ها، مبارزه با سرطان و صدها امتیاز دیگر. تلفن اطلاعات و مرکز پخش 1-800-677-1779. با آبنار نیکو سالم تر زندگی کنید. اگر در فکر فروش خانه یا کاندومینیوم خود، مخصوصاً در دانتان تورنتو هستید، مازیار آهنین با شناخت کامل به مرکز شهر تورنتو و با سابقه درخشان خانه شما را به بهترین قیمت و در اسرع وقت به فروش می رساند. مازیار آهنین متخصص در خرید و فروش کاندومینیوم در مرکز شهر تورنتو. تلفن مازیار آهنین 416-727-0830. خرید و فروش کاندومینیوم در مرکز شهر تخصص مازیار آهنین است.